عزیزا سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جای دنیا که زندگی میکنین خوب و صحتمند باشین. برنامه شام یک است و ما یک ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. در این برنامه ما تنها نیستم، همکار خوب من منیرا جان نیازی همچنان در کنار ما هست و هم ما مهماندار همچنان هستیم. یک امشب در برنامه کیها رو دعوت کردیم، روی کدام موارد صحبت میشه، دوست داریم شما هم تا ختم برنامه کنارمون باشید. منیرا جان سلام، شامت بخیر. سلام، شامت بخیر بنیزی جان، و همچنان سلام خدمت همه شما عزیزانی که بینید برنامه شام یک هستین. آرزو دارم هر کجایی که هستین جور صحتمند و سرحال بوده و بیننده برنامه شام یک باشین و امیدوار هستم تا پایان ما را همراهی بکنین و از داشته های برنامه ما مستفید شوین. بینزی جان چی خبرها هست در دور و بر صفحات اجتماعی؟ صفحات اجتماعی ما چیزایی را که مثلا در این روزا زیاد متوجه میشم، هر بار که میرم سر میزنم به فیسبوک، مخصوصا فیسبوک یا سایت های خبری، بیشتر حادثات ترافیکی است که ما بیشتر حادثات ترافیکی را سر میخوریم. مثلا هفته گذشته 7-8 نفر جوانایی که از کابل طرف ننگرهار برای میله و تفریح میرفتن، موترشان به دریا سقوط کرده بود که مکمل همگیشان متاسفانه شهید شدن و از بین رفتن، یا در ولایت طرف پروان میرفتن یک موتر دیگه که دو موتر حادثه کرده بودن و یک رنجر، او هم متاسفانه همه سرنشینایش از بین رفته بودن. یک حادثه دیگه که در سر پل اتفاق افتاد، یک موتر مسافربری کلان با یک مازدا تصادم کرده بود که متاسفانه در اونجا ما تعداد 9 نفر از هموطنهای ما شهید شده و تقریبا 21 نفر یا 25 نفر اگر اشتباه نکنم تعداد زخمی ها بود که اینا زخمی شده بودن. این کلش عواملش من فکر میکنم امو غیر میاری بودن جاده های افغانستان است که ما امو عرض جاده ها بسیار خرد است و موترا وقتی که میرن و میاین امو است، و حرف دومشان به احتیاطی رانندگانی که در این مسیر رانندگی میکنن، این میتونه یک عامل بسیار کلانش بوده باشه که به احتیاطی میکنن و تیز رفتاری میکنن، چه چهار نیست فکر میکنن بیاد که خیر قصر که بریم، و وقتی که حادثه میشه اونقدر که تلفات زیاد داره به خاطر از این است که سرعت موتر بسیار زیاد میشه، وقتی به یک موتر دیگه تصادم میکنه هر دو طرف موتر سرنشیناش متاسفانه از بین میرن و تلف میشن. من زیاد اینمی چیزا رو در این روزا زیاد میخوانم. قماندانی امنی کابل گفته بود، اگر اشتباه نکنم، در یک اطلاعیه خبری گفته بودند که فصل بهار است، فصل میوه و نمیفهم چکر رفتن و تفریح رفتن است. بیشتر یادسات در روزهای آخر هفته، یعنی وقتی که رخصتی ها از پنجشنبه و جمعه، اکثر جوانان بر چکر میرن از ولایت به ولایت دیگه، در مسیر راه یا در شهرها بیشتر اتفاق میفته. امیدوار هستم همه هموطنان ما میله جزء از زندگی همه ما تفریح سرگرمی همه ما دوست داریم، ولی کمک اگر با احتیاط رانندگی بکنن، خدای نخواسته هم جان خودشون هم جان 4-5 نفر هموطن دیگه ما که در کنارش هستن رو از دست ندن و بیشتر به احتیاطی از طرف راننده های محترم و عزیز ما میشن. امیر قمس مینا جان خودتان خدای نخواسته در این روزا کسی از دوستا و فامیلا شنیدی که گفته باشه حادثه شده زخمی است یا خدای نخواسته از بین رفته باشه؟ نه شکر تا حال نشنیدیم، ولی بنظر جان ما متوجه که شده ایم واقعا راننده ها بی توجهی بسیار زیاد میکنن. مثلا در سرک میدان میشک ما میرم، یعنی حتما یه حادثه شده. ما دیروز درام میگذاشتم، یعنی یک موتر به اندازه به یک سرعت میرفت که اصلا چی میگن تصورش نمیشد که من منتظر بودم فقط از موتر که من شیشته بودم اما تو رو برای تماشا میکردم میگفتم حتما یاد سر میکنه، این اما تو شیشته بودم فقط تو متوجه اون موتر بودم میگفتم حتما یاد سر میکنه حتما یک خرابی میکنه بلی. اما با سرعت که میرن همیشه میبینم در سرک میدان معمولا من متوجه میشم موتر با بسیار یک سرعت خراب با بسیار یک سرعت خراب میرن، نه تنها اونجا، در تمام شهر کابل که متوجه بشوی اینا قسم میشه که اینا باعث میشه که حادثات شوه تا کسایی که راه گذر هستن با اونا تصادم میکنن و بیچارا یا دست پای خود از دست میتن یا جان خود از دست میتن یا هم خودشان در خطر میمونن. حداقل به خاطر همین وضعیت باید کم متوجه باشن که تا جان خودم از دست نتن یا هم یک خطر خودشان را تهدید نکنه و مردم اطراف هم که زندگی میکنن حداقل امن باشن. بله، گپ از سرک میدان زدی، یک از جاده هایی که هر دیگر میری در اونجا اتفاق ترافیکی افتاده یک حادثه شده سرک دارالامان است، چون سرک کلان است و کمی ارزش هم زیاد است. باز اونجا دریورا فکر میکنن که در اینجا با مسرعتی که دوست دارن میتونن برن، ولی متاسفانه هر دیگر که میری یک موتر چپه شدگی، یک موتر به گلدار خوردگی، یک موتر با یک موتر دیگه تصادم کرده، حتما تعداد زیاد از هموطنان ما اونجا زخمی هم میشن و از بین هم میرن. این کلش توجه جدی از همه عزیزایی که دریوری میکنن از اونا میخوایم. عزیزا زیاد پر حرفی نمیکنم، میریم طرف یک وقفه کوتاهک، زود برمیگردیم، مهماندار هستیم.
عزیز و بازم خوش آمدین ادامه برنامه شام یک است و تشکر از شماهایی که تا اکنون بیننده برنامه هستین. ما هم فوق العاده خوشحال میشیم از اینکه شماها را در کنار خود تا ختم برنامه می داشته باشیم. خوشبختانه باز هم امشب ما در کنار خود مهماندار هستیم و امشب مهمان ما آقای پوهنیار حکمت الله صدیقی استاد دانشگاه در کنار ما هستند و موضوعی را صحبت میکنن. من مطمئن هستم همه ما شما یا تجربه میکنیم در حال حاضر یا تجربهش کردیم به یک شکل. اختلال در خواب، یکی از آدم هایی که اختلال در خواب دارم من است. منیره جان نمی‌فهمم خواب خود چقدر منظم است، ولی من اصلا خواب منظم ندارم. صدیقی صاحب سلام، وقتتان بخیر. شاید خوش آمدید. سلام، سلامت باشین. احترامات و تمنیات نیک خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت با لباس عافیت باشین و ان شاء الله که چرخی زندگی بر وفق مرام همه هموطنای ما بچرخه. خوشحال هستم که در خدمت شما و هموطنای ما در این شامگاه قرار دارم. بسیار تشکر. سلامت باشین صدیقی صاحب، از اینکه وقت گذاشتین اومدین به برنامه. بخیر باشه. عزیزا، من مطمئن هستم و میال وقتی که شما برنامه رو ببینید تا که مجرد موضوع اختلال در خواب صحبت شد، ما نصف عمر ما در خواب میگذره. اگر خوب نخوابیم باز کل روز هم استرس داریم، نگران هستیم، بدخلقی میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، رفتار ما، گفتار ما، حتی در ظاهر ما معلوم میشه و همه میدانن که نمی آدم یک مشکل داره. فقط برای خودمون میفهمیم که خواب خوب نداشتیم. شب صبح اگر میریم طرف کار، محیط کار درست برخورد نکنیم، همه میفهمه، میگه که یک شوخی آمیانه داریم، از کدام پلو بیدار شدی؟ حالا نمیدانیم از کدام پلو بیدار شدی شب تا صبح. چقدری که ما شاید یک ساعت بر اگر مثل من مشکل کم خوابی داشته باشیم، یک ساعت بر از این پلو به اون پلو بیدار شما صبح بهش معلوم نیست، شاید ابتا شیشتا بیدار شده باشه صبح شده باشه. صدیقی صاحب شاید در رابطه به این موضوع صحبت میکنه که عواملش چی هست و چرا ما خواب منظم و خوب نداریم، دلایلش چی است. بیشتر از زبان صدیقی صاحب بشنویم خود اختلال چی است. صدیقی صاحب سلامت باشین. اول خب با تایید حرفای شما میخوایم یک امیدواری بکنم به اینکه شما هر دو از پلوی راست بیدار شده باشید و همیشه از پلوی راست بیدار شوید و برای هموطنان ما جبین گشاده تان را تقدیم بکنید با حرفای زیبایتان. بحث اختلال خواب یکی از موارد مهم در زندگی کسانی که دچار این مشکل هست است و فکر می کنم اکثریت ما و شما دچار مشکلات در خواب یا در فرایند زندگی خود هستیم. من جمله یکی از اون اختلالات خواب است. خود خواب عدم توانایی ادراکی یک فرد و عدم بینایی یک فرد و قطع سطح هوشیاری یک فرد از حالت از عالم بیرونی، از حالت فیزیکی که انسان دیگه کنترل نمیتونه داشته بالای بدن خود و بالای اینکه در محیط چه چیزی بیان در دنیای پیرامونش میفته و اتفاق میفته، این را میگن عالم خواب یا یک فرد رفته به خواب فرو رفته. اما یا میتونیم بگیم که خواب یک فرایند طبیعی در انسان هست که به طور منظم یا نامنظم در طول شبانه روز بر انسان اتفاق میفته که فرد باید به خاطر از اینکه سیستم ایمنی بدن خود را، سیستم ذهنی بدن خود را و عضلات اسکلت بدن خود را تنظیم بکنه و ترمیم بکنه نیاز به خواب داره و خواب یکی از نیازهای اولیه انسان میتونه باشه. نظر به تقسیم بندی نیازهای ابراهام مازلو در بدن انسان که انسان‌های نیازهای اولیه و ثانویه داره، یکی از نیازهای اولیه انسان نیاز به خواب هست. انسان ضرورت داره که خواب بکنه. اما مشکل کجا پیدا میشه؟ مشکل از زمان پیدا میشه که انسان دچار اختلال خواب میشه یا خوابش برهم میخوره. خود اختلال خواب یعنی اینکه برهم خوردن کیفیت خواب، مقدار خواب، نوعیت خواب و اندازه خواب هست که یک فرد به طور منظم، یک کودک باشین، یک نوزاد از زمانی که پیدا میشه در طول 24 ساعت نیاز به 17 ساعت خواب داره. یک انسانی که بسیار از کودکی تا نوجوانی میرسه از 10 تا 12 ساعت خواب ضرورت داره. یک انسان بالغ و انسان بزرگ از 7 تا 8 ساعت در 24 ساعت نیاز به خواب داره و یک انسان مسن هم 6 تا 7 ساعت، ولی ممکن با وقفه ها باشه، برای ضرورت دارن به خواب. اگر اینمی مقدار خواب و کیفیت خواب بر هم بخوره، فرد چی است؟ دچار اختلال خواب هست. یعنی خوابش بر هم خورده دیگه و باعث میشه که دچار مشکل خواب شده باشه. حالا افرادی هستند که این اختلالات خواب را به انواع مختلف از خود بروز میدن و سر میزنن. ما به این شامل میسازیم تحت زیرمجموعه دو کاتگوری اختلالات خواب. یکی وقت انسان خواب میکنه با دو حالت مواجه میشه، یکی حرکات سریع، حرکات چشم با رفتار سریع و حرکات ذهن بدون رفتار سریع چشم که در اینجا حرکات سریع چشم قسمی است که چشم یا مغز در حال فعالیت هست ولی عضلات شخی داره و یا عضلات
خواب هست و خواب فرو رفته، نمیتونی از خوابت از جایت بیدار شی، ولی هر آنچه اتفاق در محیط مفته میتونی او را ببینی، حس کنی، لمس کنی که چی چیز است. مخصوصا که غیبت پشتت شوه، خوب راحت میشنوی که چی گپ است و کی درباره تو چی گفته میره. این هم یک اختلال خواب هست که هر قدر کوشش میکنی به خواب فرو نمیری. این حرکت داره، مغز و ذهن حرکت داره، فعال هست و میبینه، ولی جسم آنچنان به خواب فرو رفته که هر قدر کوشش میکنی که بخی زمین آدم یک گپ بزنی، یک جواب بشه بدی، نمیتونی. داره یک اختلال هست. نوع دیگه اختلال که هست اینجا مغز استراحت هست و خواب فرو رفته، ولی چی هست؟ جسم بیدار هست و جسم در حال فعالیت هست و جسم میتونه حرکت بکنه، راه بره، گردش بکنه و امو اختلال راه رفتن هم یکی از اختلالات خواب است. در خواب راه میرن، بله، در خواب راه میرن، در خواب صحبت میکنن. هم حتی فلج خواب ما داریم که اصطلاح عام ما میگیم که سیاهی پخش کرده بر از یادم، و اکثرا شکایت از این دارن که سیاهی پخش کرده. همین هم فلج خواب هست که در خواب یادم دچار اختلال هست و فکر میکنه که کسی از دمروش تیر میشه، که برسامات توهماتی ما داریم یا توهمات ایسی داریم که در دمروش فکر میکنه که یک چیز عبور میکنه میگذره، یا در سر رو در سر بدنش مرچه ها میگذره را میره، در روی پوستش چیز در حال گردش هست، یا صداهایی میشنوه در خواب. این برسامات هم نوع سیاهی پخش کردن که در روانشناسی رو بختک میگن، بختک های اختلالی براش بروز میده، که این باعث میشه که فرد از حالت عادی خواب بیرون شوه، دچار مشکل شوه و خوابش برهم بخوره. فکر میکنه که امیال کسی آمد، فکر میکنه در اتاق در حالی که هیچ کس نیست کسی وارد شده، که حالت نرمال یا حالت عادی است که ممکن هست که فرد اختلال بر هم اختلالش با اختلال خواب مواجه شه و این چیزا برش اتفاق بیفته. کرای حل هایش هم داره، باز در لابلای بحث ما روش بحث میکنه. سید قسم، نظر به حرفایی که شما میزنید، پس همه آدم هایی که در روی زمین هستن همه ایشون به شکل اختلال خوابی دارن به گونه؟ خب حالا ما خودمون میتونیم خود تداوی بکنیم، یعنی حتمی باید همه سر بزنیم پیش یک دکتر؟ بدون شک. این که اگر ما بگوییم همه ما اختلال خواب داریم، شاید زیاد انصاف نباشه، برای این که کسایی که ما را میبینن حالا خواهد بگویند که امی سر ادب بالشت میمانم چنان خواب میرم که تا فردا نمیفهمم چه اتفاق افتاده. خب بله، پرخوابی هم میشه، اما ممکن است که چون از ساعت 8:30 تا 9 شب امواج الکترومغناطیسی خواب در بدن انسان در حرکت میآید و حالت خواب آلودگی، ببخشید، حالتی که انسان به خواب فرو بره آغاز میشه. اگر از این زمان آیسته مثلا تا 9 بجه تا 10 بجه آدم به خواب نمیره و مشغولیت ذهنی می داشته باشه، مشغولیت جسمی می داشته باشه، چی میشه؟ این سیستم خواب برهم میخوره و این آدم وقتی از او فراتر میره خوابش دگرگون میشه و او دچار اختلال خواب میشه. و اگر که مثلا فراتر از او میره، مثلا 12 بجه شب هست، هر چی کوشش میکنه خواب سرش نمیاد. دلیل این است که امو امواج یک بار در بدنش آزاد شده، در جریان در گردش جریان خونش در حرکت اومده، حالا دیگه اونمو متوقف شده، این آدم نمیتونه که اونمو دوباره در بدن خود ایجاد بکنه، هر چی لوتک میزنه خواب برش پیدا نمیشه. این ممکن هست که در بعضی افراد باشه، بعضی افراد ممکن هست که اونمو رو کنترل بکنه، اونمو زمان خواب رو بگیره، مثلا 9 بجه شب خواب بکنه، 5 صبح دوباره بیدار شوه، کاملا راحت بدون کدام نگرانی ناراحتی، بدون از اینکه بگیم اختلال خواب داره یا پرخوابی و کمخوابی کرده، مدت زمان 8 ساعت یا 7 ساعت رو در خواب خود تکمیل میکنه، تنظیم میکنه و راحت میتونه که سالم باشه. اما به دلیل از اینکه دنیای ما و جامعه پر از هیاهو و پر از دغدغه های اجتماعی هست، ناراحتی ها هست، فشارهای شدید روانی هست، این باعث میشه که اکثریت ما و شما مشکلات روانی رو با خود داشته باشیم، فشارهای روانی ما رو آنچنان تهدید بکنه که اکثریت ما با اختلال خواب مواجه باشیم. اما نمیتونیم بگیم همگی حتما باید اختلال خواب داشته باشن، اختلال خواب دارن، یکی پرخوابی داره یکی بی خوابی، ممکن خواب نرمال هم داشته باشن. خواب نرمال هم زمان شکل تعیین کرده میشه. اختلال در خواب چی هست؟ ببخشید متوجه نشدم. عوامل پیدایش اختلال در خواب چی هست؟ آها، خیلی سوال خوب. دلایل مختلف میتونه که باعث بروز اختلال خواب در افراد باشه. افراد چه؟ بیشتر گفتیم مشغولیت های ذهنی، فشار های روانی، استرس ها، استرابات. ببینید اگر ما روی استرس روی یک برنامه، یک محور یک برنامه بچرخیم، شما یک شبی که مثلا استرس داشته باشین تا صبح به خواب نمیرین، به فرض شما اولین بارتان باشه یک برنامه پرزنت بکنین، شب تا صبح شما خواب نمیکنین، در حالی که قبل از کاملا راحت هستین، نرمال، هیچ کدوم مشکلی ندارین. چی است؟ اون استرس مثبت است که برای تو فرصت دادن میره که برای فردا این گونه پیش برو، برای فردا این لباس تا بپوش، برای فردا داروسی فلانی این گونه
نباید ظاهر شوی و و و هزار گپ دیگه. این باعث میشه که برای تو اختلال خواب را از همین جا ایجاد بکنه. داروهای خواب که اکثرا کسا استفاده میکنن و این معمول هست و به خاطر از اینکه به خواب نمیرن داروی خواب میخورن، این اثرات منفی را داره که بر ادامه خواب افراد تاثیر میکنه که فرد حالا برای یک بار اون خواب دوای خواب استفاده کرد، یک شب یک روز بالاخره نرمال خواب کرد، چرا بعدی او معتاد میشه برای مدوا دیگه. اگر استفاده نکنه باز اون ملوتک زدن است و خواب نرفتن است و اون مشکلات اختلال خواب برشان ایجاد میشه که از اینها هم باید جلوگیری شه، فشارهای روانی کنترل شه. دمای اتاق، نور اتاق، بستر خواب اگر منظم نمی باشه، اینها هم مشکلات برای خواب انسان ایجاد میکنه و باعث میشه که اختلال خواب برای از اینها پیدا شه و محیط پر سر و صدا، محیطی که نتونه در اونجا فرد خود را پیدا کنه و فشار روانیش برش ایجاد شه. استفاده از ابزار الکترونیکی بیش از حد و افراطی، نگاه کردن بیش از حد به پرده تلویزیون و کامپیوتر، اینها هم میتونه که خودی اوپفیز انسان را فعالیتش بیشتر بسازه و کم خوابی را بر انسان زیاد بکنه و دچار اختلال خواب شوه و رفتارهای ناموزون را بر انسان اتفاق بیفته. و بیشتر چیزهایی که دلیل میشه، مثلا فلج خواب را بهمون گفتیم، نه در خواب را میره سیاهی برش پخش میکنه، مثلا فکر میکنه که کدام چیز دمروش رفت داده، اینها از فشارات روانی، حتی دیابت دلیلش میتونه شوه، فشار قند خون میتونه دلیلش باشه، اینها میتونن که تاثیرگذار باشن بر سلامت روانش. با سلامت روان وقتی برهم میخوره دلیل میشه که اختلال خواب برشان اتفاق بیفته. خورد خوراک هم تاثیر داره، مثلا چیز مدت 24 ساعت چی میخوریم به خواب متاثر بدون شک. بدون شک پرخوابی و کم خوابی هر دو میتونه تاثیر داشته باشه برای اختلال خواب یک فرد. و فاصله زمانی خواب، غذا خوردن تا خواب هم تاثیر داره، نوعیت غذا خوردن هم تاثیر داره. پیشنهاد میشه کسایی که میخوان خواب راحت داشته باشن پیش از خواب رفتن از قهوه، کافئین و شیرینی باب استفاده نکنن. فاصله خواب تا غذا خوردن حداقل 1 الی 2 ساعت باشه. اگر اینکه غذا بخوری و خواب بکنی باز هم دچار مشکل میشی. حداقل گردش بعد از خواب، بعد از غذا خوردن داشته باشین. نوعیت غذا را باید به شکلی بکنین که منظم باشه، نه به شکلی که هیچ چیزی تناول نبکنین و نه به شکلی که آنچنان بخورین که دیگه خودتان از جایتون بلند شدن نتونین و با اون گرنگی که دارین به خواب برین، یا دچار مشکل میشه براتون. پس غذا خوردن، نوعیت غذا خوردن، چی چیزی باید خورده شه، همه از اینها میتونه تاثیر داشته باشه. و سوال می بود که درباره ابزار الکترونیکی گفتین، یعنی گفتین بیش از حد استفاده شوه. خب مردم معمولا سر و کارش با کامپیوتر، تلفن اینا همیشه می باشه، یعنی حد معمول از این چقدر بوده میتونه که بالا خواب ما تاثیر نگذاره؟ خب استفاده از ابزار الکترونیکی مخصوصا موبایل در شرایط کرونا یک ضرورت هست و یک مسئله مهم و الزامی هست که هر کسی باید داشته باشه و استفاده از او بکنه و استفاده بهینه باید از او صورت بگیره. ما نه تنها که رد نمی کنیم بلکه تایید می کنیم که باید استفاده صورت بگیره به شکلی که بتانه افراد در جامعه وارد باشه و از آنچه که در جامعه اتفاق می افته آگاهی داشته باشه، اما به شکل موزون، به شکل مناسب، به شکل اینکه فشار و خستگی ذهنی برای انسان ایجاد نکنند. دانشمندان روانشناسی حتی پیشنهاد میکنن وقتی شما 15 دقیقه مطالعه میکنین، بعد از 15 دقیقه 1 الی 2 دقیقه حتی تا 5 دقیقه استراحت ذهنی داشته باشین تا اینکه مسئله در ذهن شما باقی بمانه. ببینید در فاصله 15 دقیقه مطالعه بر شما 1 تا 5 دقیقه وقفه پیشنهاد میشه که ذهن را رفرشمنت برش بدین. اگر ما یک بار وارد میشیم به فیسبوک یا به تیک تاک یا بر هر کتاب چطور؟ خب کتاب خب متاسفانه که استفادهش خیلی کم است. مثلا 9 بجه شروع میکنیم 11 بجه متوجه میشیم کتاب هم میبارم. مثلا بعض کتاب ها از بسیار دلچسب میباشه، یک دفعه که واردش میشه دیگه استراحت زیاده میده. ای کاش که استفاده از کتاب آنچنانی که شما میگین و ما فکر میکنم یک مقدار آرمانی باشه در بدن جامعه ما، و امیدوار هستیم که این چنین باشه که 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت نفر مطالعه بکنه. خیلی خوشایند است، خیلی خوشایند است که جوانایی داشته باشیم با نیروی کتابخانی. ولی پیشنهاد همین میشه که درست است، در حالی که جذابیت خود را داره هر کتاب، هر محتوای، کوشش بر این بکنین که ذهنتان را آرامش حتما داشته باشین. چه از روی فیسبوک یا تلفن مطالعه میکنین، چه از روی کامپیوتر مطالعه میکنین، چه صفحه تلویزیون را میبینین، چه از روی کتاب هارد مطالعه میکنین، هر کدامش را وقفه برای ذهنتان حتما بدین. خب ما نمیتونیم در 15 دقیقه 1 دقیقه را وقفه اون چنانی که گفتن عملی بکنیم، حداقل 1 ساعت که خواندین یا 2 صفحه 3 صفحه خواندین چیز موضوعی را که گرفتین، یک وقفه ذهنی حتما داشته باشین. باز بریم به محتوای بعدی.
خوشایند است و خیلی خوب هست که شما در 24 ساعت حداقل 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت مطالعه داشته باشین و جوانان آگاهی مثل شما داشته باشیم، از چی بهتره چه خوبتر. و این قطعا در اختلال خواب نقش نداره مطالعه، برعکس پیشنهاد میشه اگر شما زمان دچار اختلال خواب میشین مطالعه بکنید. ما مطالعه دلیل این میشه که ذهنتون رو آرامش بدین و به خواب فرو برین و خیلی خوشایند هست که این کار رو بکنین. اما چون موبایل ابزار الکترونیکی امواج پرتاب میکنه و اشعه ای که اون بر ذهن وارد میکنه، این خستگی وافر بر ذهن میده. این خستگی دلیل بر این میشه که فرد از آلت عادی که حتی گرفت ذهن بر هم بخوره نتونن کنم چیزایی که در محتوا هست برن. اما ممکن است اونجا فکر بکنی که چیزی دریافت کردی گرفتی، اما بعدها که با حافظه چی بکنی؟ چون حافظه سه مرحله داره، اول کدینگ میکنی در ذهن، کد گذاری میکنی یا رمز گذاری میکنی، بعد او را بازیابی میکنی، بعد او را حفظ میکنی و در مرحله سوم را بازیابی میکنی که ما چی چیزی گرفتیم. در مرحله بازیابی ذهن که میری، اون چیزی که با خستگی ذهنی گرفتی کلاً از تو دیگه فراموش شده، وجود نداره، به خاطر که تو با خستگی او را گرفتی در حالی که فکر میکنی ما یاد گرفتیم، اما ذهنتون گیرایش نداره و جذب نداره. پس خوب هست که زمان مطالعه بکنین که شما رفرش داشته باشین، ذهنتون آرام باشه، تازه باشه و بتونین که یاد بگیرین. در صورتی که باز اختلال خواب داشتین مطالعه قطعا پیشنهاد میشه. کسایی که از روی تلفن مطالعه میکنن، شما گفتین که مطالعه کردن خودش به خواب خوب است، ذهن آرام میسازه، یکی یک مفیدیت داره، اما تلفن مزریت داره. چطور این مفیدیت هم میتونیم در داخل از این مزریت برای خود مفید تمام، یعنی مفید واقع شد برای ما، چون ادیش میکس شده. خب حالا شما میگین که باید با تلفن مطالعه شوه خوب هست، یعنی ما موبایل مزر است، یعنی دیش دار میشه. شما دوست دارین با موبایل مطالعه بکنین یا با کتاب؟ گاهی موبایل، اگر کتاب هایی که مثلا پی دی فرستاده میشه موبایل میشه چاپش بکنین بخوانین. ببینین یک چیز است، ما پیشتر گفتم که استفاده از وسایل الکترونیکی یک ضرورت لازم هست در شرایط کنونی برای ما و ما قطعا از او دور نیستیم و نمیتونیم دور باشیم. در قرن 21 در جامعه فعلی ما باید همسویی با دنیا و با وسایل الکترونیکی داشته باشیم، از او استفاده خیلی زیاد بکنیم. خوب است اگر میبینیم که هیچ امکانات این نیست که ما کتاب هارد به دست خود داشته باشیم و همه چیز در مثل سافت هست، از عینک هایی که به چشم ما آسیب نزنه و این آسیب آنچنان خطور نکنه به ذهن که ذهن ما را بر هم نزنه و آسیب نرسانه، از او استفاده بکنیم. و یا اینکه بتونیم زمان مطالعه را تغییر بدیم، زمانی که ما ذهن ما بتونه که تازه باشه، اپدیت باشه، نه با خستگی باشه، اون زمان ما از وسایل الکترونیکی از موبایل هم استفاده بکنیم یا کامپیوتر هم مشکل یا باکی نداره. اما بیشتر اون نوری که پرتاب میکنه به چشم و چشم را آسیب میزنه، دیده باشین گهگاهی حتی از خستگی زود فاجعه میکشین، از چشماتون اشک سر میکنه، اما فشار از اون موبایل یا کامپیوتر به چشم شما میزنه و اون به ذهن آسیب میزنه و دیگه چیز شما یاد نمیگیرید. پس خوب است که کنترل داشته باشین، مدیریت داشته باشین، اگر امکاناتی را داشته باشین که پرینت بکنین، خیر دو تا صفحه پرینت بکنین، پنج صفحه، 10 صفحه پرینت بکنین، مطالعه بکنین پی دی اف و بعد روز بعدی برین نیم دیگه ش پرینت کنین و مطالعه بکنین، اگر امکانات باشه که خوب، اگر نباشه اونم مدیریت بکنین در زمان مشخص با استفاده از عینک که سیستم ذهنی، چون مرکز کنترل تمام بدن انسان کجاست؟ مغز است. مغز انسان وقتی بر هم بخوره، مغز انسان وقتی آسیب ببینه، مغز انسان خستگی پیدا بکنه، دیگه هیچ چیز برای شما قابل تحمل نیست. حتی ببینی که میدی تا درد میگیره، سرت درد میگیره، پاهای تا درد میگیره، پاهات کش میشه. چرا؟ مغزت خسته شده. نه مغز خسته است، تو نمیتونی چیز گیرایش داشته باشی، نمیتونی که نرمال در محیط وارد شی. پس با اساس اینا رو کنترل داشته باشی خیلی خوب. خیلی ممنون. دیجان صحبتاتون میگن کسایی که از داروهای خواب آور استفاده میکنن، مخصوصا برای بزرگسالا در افغانستان ما زیاد دیدیم خانواده ها که پدر کلان مادر کلان که در داخل خانه است، به شکلی از اشکال، حالا چی دکتر توصیه کرده باشه برش یا نکرده باشه، خود خانواده یا خودش پیشنهاد میکنه برای نواساج برای بچه‌هاش، میگه که برای خودشون میرن، کوشش میکنن دکتر به یک شکل میرن از دارو خانه ها میگیرن و در افغانستان قانون وجود نداره که بدون نسخه باید بر کسی دارو داده نشه. با داروهای خواب آور میخوابن و اگر نباشه تا صبح بیدار هستن. و یک جای یک ولایت، حالا نام ولایت نمیگیرم، یک محفل بود، ما رفته بودیم بسته خانواده، یک خانواده 18 19 نفری بسته خانواده، از مو کلان خانواده تو داخردایشون کلشون وقت خواب میشد، مثلا بعد از غذا تریاک را میگرفتن داخل چای منداختن، باز چاینک یا ترموز کلان، باز همه ایشان میخوردن میخوابیدن بعد از او. یعنی استفاده این موارد و چقدر میتونه برای
آینده ما، بر صحت ما، بر مغز و روان ما صدمه بزنه. بدون شک دواهای خواب آور برای بزرگ سالا اکثر آنچان که شما هم فرمودین، به خاطر از اینکه بتانیم آرامشان بکنیم، به خاطر از اینکه بتانیم به خواب ببریمشان استفاده میشه، اما اضرار فوق العاده زیاد خود داره. بزرگ سالا سن که به کهولت میرسه، پیشتر هم اشاره کردیم که میزان و مقدار و کیفیت خوابشان کم میشه. 6 تا 7 ساعت برشان توصیه میشه، بر افراد نرمال، حتی افراد جوان و بالغ 7 تا 8 ساعت برشان پیشنهاد میشه، ولی برای بزرگ سالای مسن ها 6 تا 7 ساعت اگر خوابم بگیرن، خوابشان نرمال هست و حالت عادی خود را داره، و او هم به گونه وقفه ای بگیرن حالت عادی خود را داره. بزرگ سال ها نمیتونن که به گونه یک نواخت و همیشه بر خواب فرو برن مثل افراد عادی. چرا میگن خواب جوانیش از دیگه بانیش هم خواب جوانی که میره. این یک واقعیت هست که بزرگ سال وقتی میشه، سن بزرگ شده میره، این خواب دیگه کم شده میره، بتی شده میره فعالیت سیستم بدن، چون هر قدر که خواب میکنی چی میشه، سیستم ایمنی بدنت کنترل شده میره و ترمیم شده میره، عضلات فرسودگی که دارن فرسودگی جمع میشه، فرسودگی ذهن تو کنترل میشه، آرام میشه. ولی وقتی با بزرگسالی میشه، همه از اینها بالات خودش بالات فرسودگی میاد، درست؟ وقتی بالات فرسودگی میاد، فرد دچار اختلال خواب میشه دیگه، فرد خواب نرمالش بر هم میخوره. پس ما به خاطر که بتونیم همو بزرگسال ما رو سفید ما را تانسته باشیم برش خواب بتیم، به نحو ما برش دلسوزی کرده باشیم، ما مشکل برش ایجاد میکنیم که این دواها قطعا مشکلات خود را ایجاد میکنه. استفاده از دخانیات، استفاده از نیکوتین و استفاده از کافئین و همچنان شما نام گرفتین تریاک، اینها اضرار خود را که عامن همه میفهمیم دارن و در برنامه های شما متعددن شاید کسایی آمده باشن روی موضوع بحث کرده باشن که اضرار مواد مخدر تا چقدر هست که نمیخوایم بحث بکنیم، اما شاید بسیار راحت بله بدون شک به خاطر از اینکه باشه طفلک خواب بکنه، خواب بره که بره از او استفاده میکنن، در حالی که طفل نیازمند از این است که وقت بیدار میشه، یا ممکن است چون برای طفل هم نظام خوابی باید نظام خوابش تنظیم شه، ممکن هست که در یک مرحله از خواب لذت ببره، در یک مرحله اصلا خواب دوستش نه خواب دوست نداشته باشه و خواب نکنه. اینجا والدین باید سیستم خواب برش تنظیم بکنه. جوان ها همچنان ممکن هست که با استفاده از دخانیات یا ابزاری که مثلا امروز جوانای ما متاسفانه اکثریتشان استفاده میکنن، سیستم خوابشان رو بر هم بزنه و خواب دگرگون شه، باز چی میگن او رو استفاده کردن خوابش بر هم خورده، باز میان از اونمو تریاک استفاده میکنن که باش اونمو ترمیم میکشه، تخریب کشده با ترمیم کنه و خواب بره. پس این کلا برشان مشکل ایجاد میکنه، هر کدام از اینها مشکلات ذهنی را ایجاد میکنه و باعث میشه که دیده باشین ما کسایی که از اون چیزا استفاده میکنن ذهن سالم ندارن، رفتار مناسب ندارن، حرکات موزون ندارن، حرفای مناسب ندارن، حرف با شما میزنن یک دفعه از دی میگن، یک دفعه از درخت ها اصلا خوشایند صحبت نمیکنن، اصلا نمیتونن سیستم زندگی خود را تنظیم بکنن. پس هر کدام از این سرور روان انسان تاثیر میکنه، چون بحث بیشتر ما که کنترل تمام بدن مغز هست، مغز تو میزنی تخریب میکنی و آنچنان خواب میبری، فرض بگیریم که یادم تاثیر کرد سرش و خواب رفت و ساعت ها خواب رفت، پس که بیدار میشه دیگه او چی میشه؟ با خواب آلودگی مواجه میشه. خواب آلودگی هم یک اختلال خواب هست که فرد هر قدر کوشش میکنه از خواب بیرون شده نمیتونه، بیدار شده نمیتونه، وقتی بیدار هم میشه آنچنان از چهرهش تظاهر میشه که یادم باز هم نیازمند به خواب هست، حتی نمیتونه که چشمای خود باز بکنه، راه بره در راه هم که میره لکاتک میره و میفته و این حالات برش اتفاق میفته. این امور چی است؟ استفاده از اونمو وسایل لازمو چیزهایی است که میخورن و باعث میشه که دچار خواب آلودگی شوه. بعضی هستن از چهرهشان هم مشخص میشه که یادم خواب آلود هست همیشه، باز در جمع ما شما چی میگن خمار هست، همیشه خمار خواب هست، درست؟ این اتفاقات دلیل امنی است که استفاده از دخانیات میکنن و این دخانیات تاثیر زیادی بر روان انسان میکنه و سیستم خواب را بر هم میزنه و مشکلات ذهنی جسمی برشان اتفاق میفته. بسیار تشکر استاد، تشکر از اینکه به برنامه اومدین و بسیار موضوع خوب را هم بحث کردین. حالا میریم از آن به طرف وقفه، در ادامه برنامه با مهمان بعدی با ما باشین. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز، ادامه برنامه شام یک هست و باز هم ما مهماندار هستیم و مهمان ای بخش ما آقای الیاس دانش فعال مدنی هستند و در رابطه با موضوع امانتداری و نقش آن در زندگی میخواهند صحبت های داشته باشند. سلام، شامتان بخیر آقای الیاس جان. سلام، شام بخیر. منت آن خدای را از زجر که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. با عرض سلام خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون یک، شامشان بخیر. شام شما همچنان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه الیاس جان. عزیزایی که برنامه را میبینین،
جوانی که در کنار ما هستن، یک جوانی هستن که فعالیت‌های اجتماعی زیاد دارن، زیاد کردن، یک تعدادتان شاید با چهره، با کارها و با فعالیت‌هایش آشنا باشید. امشب مهمان ما هستن خوشبختانه و در رابطه با موضوعی که صحبت می‌کنیم، امانت و امانتداری است، چیزی که ما شما مخصوصا ما افغانا در زندگی خود کمتر رعایتش میکنیم. اگر حرفی هم نیست، یک امانت بر ما گفته میشه، دوست داریم زود بریم اون را نشر بکنیم به جاهای، یا حداقل زبان به زبان بر چهار نفر بازگو بکنیم. امانت داری تنهایی نیست که یک جنس را به دست یک نفر بیتی خرابش نکنه، روی میز برات بگذاره. همین که گفته های یک آدم را، حرف و حدیث های یک آدم را، رفتار یک آدم را، یک اشتباهی در یک جای زندگی از یک آدم میبینی، زود میری نقل قولش میکنی، برای دیگرا فاش میسازی و میگی فلانی ده فلان یک اشتباهی کرده. این هم در جمع امانت و امانتداری و اخلاص خود ما حساب میشه. الیاس جان، اول بیاییم صحبت بکنیم خود امانت چی است؟ ما به چی امانت میگیم؟ بسیار تشکر. امانت در قاموس فرهنگ مشتق شده از واژه امن است، که امن به معنی اطمینان بدون ترس و به معنی آسایش است. بله. و در اصطلاح امانت عبارت از سپردن یک مال، چه مادی باشه چه معنوی، به یک فرد جهت حفظ و نگهداری تا یک وقت مشخص است، که بعد از وقت مشخص که فرا میرسم وقت دوباره به صاحب اصلی بایتی را بازگردانه. این تعریف بود از امانت. اگر باز هم یک به طور کلی امانت را بگوییم، یک تعریف داشته باشیم، هر وعده را که ما به یک فرد میتیم، هر عهد را که با یک فرد بسته میکنیم، خودش یک امانت است. بله. که هر حق را که یک موجود یا اگنسار بالای ما دارد در جهان، خودش یک امانت است. شما به من اجازه بدین که روی تعریف لغوی و اصطلاحی دوام بپردازم و یه دوام توجیه کنم براتون. تعریف لغوی امانت که ما گفتیم از واژه امن گرفته شده، به معنی اطمینان، بی‌ترس بودن، واسطه بودن. یعنی چی؟ یعنی به این منظور است وقتی ما یک مال را به یک فرد تسلیم میکنیم، در اصل ما فرد به خاطر خیانت نکردن در این مال اطمینان داریم و ترس نداریم. این است توجه تعریف لغوی ما از امانت. ما در قسمت اصطلاحی امانت در تعریفش گفتیم که امانت چه مادی باشه، چه معنوی باشه. بله. در این قسمت ما براتون میگم که امانت به طور کلی به دو بخش تقسیم میشه، امانت مادی و امانت معنوی. امانت مادی شامل مال هایی که شامل مادیات میشه، مثلا پول، دارایی، موتر، موبایل و غیره میشه. من براتون یک مثال میتونم. شما ببینین در دنیا دادستدت های خیلی وجود داره، خصوصا دادستدت های حقوقی، که یک بخش از دادستدت های حقوقی همی قرض حسنه است، که قرض حسنه توسط یک فرد مثلا به اسم احمد داده میشه و توسط یک فرد به اسم محمود مثلا دریافت میشه. همین قرض حسنه که به شخص دوم داده شده، این فرد مکلف است که بعد از وقت معین و مشخص دوباره همین قرض به صاحب اصلیش باز بگردانه. کی بود امانت مادی. روی امانت معنوی بیشتر میپیچیم، چرا که خیلی مهم است امانت معنوی. صنف های متعدد را در خود داره امانت معنوی، که اولین صنف امانت معنوی امانتداری سلامتی است. امانتداری سلامتی به چی معنی است؟ شما یک دکتر که ببینید یک مریض نزدش مراجعه میکنه، سلامتی مریض در دستان اول در دستان خداست، بعد در دستان یک دکتر است. همین سلامتی از یک امانت است که باید دکتری را از هر نوع تلاش که میکنه، از هیچ نوع امکانات باید دریغ نکنه بخاطر سلامتی ازی. و همچنان امانتداری سلامتی به یک دکتر مشخص نمیشه، بلکه ما شما هر فرد از این جامعه خدای نخواسته یک روز به یک مریضی سوری دچار میشیم. همین مریضی سوری نزد ما یک امانت است که نمونه ما به دیگر را سرایت کنه. شما ببینید متاسفانه مرض کرونا کی بود، یگانه دلیلش رو پیدا کردن شمی بود که مردم نمیفهمیدن که سلامتی دیگر را امانت است برازیا. صنف دوم امانت معنوی که است، امانتداری اجتماعی است. امانتداری اجتماعی به معنی مدیریت تعاملات در میان جامعه و به معنی حفظ نظم در یک جامعه است. یعنی وقتی که ما حفظ در جامعه نظم حفظ کنیم، ما اصل امانت را به جا آوردیم. چه قسم جامعه نظم حفظ میشه؟ توسط مراعات کردن حقوق دیگران. ما در اول گفتیم هر حقی که هر موجود بالای مادر خودش امانت است. وقتی که طفل، پدر، مادر، دوست، رفیق، دکاندار، هر فردی که هر قشرک در جامعه میبینیم از خود یک حق حقوق داره. مراد کردن از او یعنی امانت. ما بر از او چی کردیم؟ امانت ادا ساختیم. و صنف آخری که در رابطه به امانت معنوی وجود داره، امانت اطلاعاتی است. امانت اطلاعاتی خیلی مهم است که متاسفانه خیلی مردم میره از این پیروی نمیکنه، که امانت اطلاعاتی یعنی افتخار میرن اون رو بسخن رسیدین. یک دوست ما به ما یک راز خودم، رازش فقط که خود خدایش است و فقط میخواد به یک دوست نزدیک خود بگوید. میای به ما راز میگه، ما اگر در این قسمت اگر خائن باشیم، اگر پس فطرت باشیم، ما راز ازیره به همه چی میکنیم؟ افشا میکنیم. بله. و همچنان عیوب یک شخص که است، ما از عیوب یک شخص خبر داریم، ما باید از کلمه ستار الله متعال که پوشاندن عیب است، ما ایره درن خود برجسته بسازیم، باید عیب بشه
بعد دیگه کس نگویم. این بود یه از حفظ امانت. مسئولیت ما چی است؟ من از انسان‌های نرمال و عادی که در اجتماع زندگی میکنیم در قبال امانت یا امانت داری برای مردم برای دیگران. امانتی نیست که ما اصلا تنها حرف که ما در شروع برنامه هم گفتیم اشیا و اجناس که بر ما سپرده میشه. حتی ما در قسمت اشیا و اجناس هم امانت دارای خوب نیستیم متاسفانه ما انسان ها. تنها چیزی که مربوط خود ماست، قلم مربوط ماست، کتاب مربوط ماست، موبایل مربوط ماست، خوب ارزش میکنیم. ولی وقتی محیطی که کار میکنیم با وسایلی که روزمره استفاده میکنیم بی‌پروا هستیم، بشکنه، میده شوه، خراب شوه، هر چی شوه توجه نداریم. بازار میریم از تاکسی استفاده میکنیم مگر با هر شکلی که دلمون خواست استفادهش میکنیم. اینا مسئولیت ما من ایس افراد سالم و نرمال جامعه چی است؟ ما چگونه باید خود ما را بر اجتماع ثابت بسازیم که ما آدم های واقعا امانت داره هستیم در عرصه؟ بسیار تشکر. الله متعال در قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این چی من ترجمه شه برتون بگویم؟ خداوند متعال امر میکنه هرگاه که شما امانت به اهلش بسپاری، به صاحبایش بسپاری، این خیانت نکنی به امانت و هرگاه که حکم میکنی در میان افراد پیش داوری میکنین، داوریتان باید به اساس عدالت باشه. بله. یعنی چی نتیجه گرفتی؟ من حیث یک فرد، من حیث یک انسان که یک انسانیت داشته باشه، یک انسان باید به امانت خیانت نکنه. خیانت چی است؟ یعنی ما چطور باید امانت خیانت نکنیم؟ خیانت اگر تعریف داشته باشیم، خیانت عبارت است نقض حقوق، قواعد، مقررات و وفا نکردن به عهد ما میتونیم بگیم خیانت است. بله. خب بسیار خوب. یک شخص امین از نگاه اسلام چی جایگاه داره و چی کس است؟ بسیار تشکر. شما ببینید الله متعال در قرآن کریم در سوره احزاب آیه 72 میفرماید ما امانت بالای کوه ها، آسمان ها و زمین برشان عرضه کردیم ولی او از پذیرفتنش خودداری کردن و از او ترسیدن و ای انسان بود که امانت پذیرفت. در قرآن کریم در ای آیه فقط از واژه امانت استفاده شده، اما مفسرین ای آیه را تفسیر کرده که امانت یعنی هدف از ای آیه از امانت چی است. هدف از ای آیه مفسرین گفته که قرآن کریم است، اوامر که در قرآن کریم وجود داره، علمی که در قرآن کریم وجود داره تمامش امانت است، پیروی از احکام اسلام، تکالیفی که خداوند تعالی به انسان‌ها داده تمامش امانت است، عبادت خودش امانت است، عبادت کردن اگر ما عبادت نکنیم در اصل ما خیانت کردیم. و مفسرین در این رابطه هم گفته که منظور از امانت نعمت الله متعال در زمین است، شکرگزاری از نعمت الله متعال، یعنی ما امین هستیم. وقتی کسی از نعمات الله متعال شکرگزاری کنه، دانه دانه او را ببینه، او فکر کنه، شکرگزاری کنه، به خدا خود نزدیک حس کنه، دوگاه موجود قربت شوه، ایره میگه که یک شخص امین است دین اسلام. و یک فرد امین، یک فرد امانتدار در هم در دنیا سعادت داره، هم در آخرت سعادت داره، یعنی کامیابیش هم در دنیا است، هم در آخرت است. بله بدون شک. ایلیا جون از دید خودت، حالا تنها خودت صحبت بکن، یک اولو فرق نمیکنه چی جنس، چی یک سخن، چی یک راز، چی پول، چی هر چی باشه، برای کس سپردی ناگاهانه، یعنی قصدی نکرده، اشتباهی از پیشش، یا اگر حرفی گفتی از پیشش پس دوباره در جای نشر شده، یا اگر مال برش دادی اشتباهی از پیش شکسته، میده شده، خراب شده، رفتار خودت با او آدم چگونه، چی میشه بعد از اتفاقی که میفته؟ چه سوال خوبه. شما ببینین یک چیز طبیعی است، وقتی که یک امانت ما میگیریم احتمال خیانت کردن به او هست، احتمال از اینکه ما او امانت دوباره به صاحبش دادن نتانیم هست. در این قسمت فردی که امانت به کس تسلیم کرده، اگر به این عقیده شد، یعنی به این باور شد که واقعا از سوی تفاهم نفر امانت تونست بماند نتونست بمابته، در این قسمت وظیفه فرد است که باید بخشش کنه. بله. اقتداد زیاد هستند، بس کینه میگیرند دیگه، سالا از او آدم بیچاره اشتباه شده از پیشش فاصله میگیرند، تو چندان آدم نبودیم بعد فلان جه فلان گفت برد گفته بودم در قسمتی که این بخشش نکنه، کینه کدرت کنه، از خیانت کردن به امانت هم کنه گناه هزی بزرگتر است. او بیچاره که اشتباه شده دیگه از او بجان سالا هست که اذیتش کرده، میره کال خود قصدی نبود یک اشتباه بود. امروی خودت شده همچه اتفاقی افتاده؟ بله بله، ما با یک دوست خودم که اسمشان امین سعادت است، اسمشان هم امین است. بله بله بله. دوست مکتب است، سنفی مکتب است، یک روز برش ما تا یک جای می رفتم، مقدار پول زیاد نزدم بود، ما طرف بازار می رفتم، ما بخاطر که خطرش زیاد بود که گم نشه بر از او تسلیم کردم. دوباره که خانه آمدم دیدم که از دوباره که میخواستم از پیش تسلیم شوم یک مقدارش گم کرده بودن. باز ما در این قسمت درک کردم، در این قسمت ما درک کردم که یک جوانه که ما
قسم امرای رفیق از دوست است، یعنی ما او از قلب اندیولی در رفیق آوردیم، از رفیق در دوستی آوردیم، هیچ وقت به من خیانت نمیکنه و این باید در رسیدم که او از روی سوء تفاهم یک مقدار پول گم کردم بخششش کردم ایش کینه قدرتان امرشان نگرفتم. بسیار خوب. مسئولیت یک فرد امانتدار چی هست؟ برتون گفتم در قبل که خیانت نکنه، خیانتم برتون تشریح کردم. اگر بپردازیم روی از اینکه امی امانتداری در زندگی انسان چه تاثیرات داره، چه نقش داره در زندگی انسان، در قدم اول خواست نقش تعریف کنیم. نقش به معنی تصویر، به معنی صورت، به معنی شکل است. یعنی امانتداری زندگی انسان چه رقم تصویر میده، چه رقم صورت میده، چه رقم یک شکل میده به زندگی انسان، با طرف خوبی ها میبره یا بدی ها. طبعا ما میفهمیم هر عمل خوب و پسندیده، هر عمل نیک و مثبت باعث سعادت در دنیا میشه، باعث خوشبختی در زندگی ما میشه. پس امانتداری هم یک نوع از اعمال نیک است. اولین فایده که از امانتداری به ما میرسه افزایش اعتماد و وحدت در میان افراد جامعه است. دوم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید که امانتداری رزق و روزی میاره و فقر و خیانت مایه فقر است. و در این رابطه حضرت لقمان هم میفرماید به پسر خود، میگه پسرم امانت دار باش تا دنیا و آخرت سالم باشه و امین باش تا غنی شوی. بله ایلیا جان، من از حرفای اخیر، حالا ما در جامعه خود زیاد داریم، شاید در کل دنیا باشه این قسم آدما، مثلا تو آدمی هستی که چیزهای زیاد در زندگی داری، حالا فرق نمیکنه چی مادیات چی معنویات، مخصوصا مادیات، ما اکثر آدمهای مادیات پرستن در دنیا کم نیستن، به یک شکل میای نزدیکت میشه مثل دوست، مثل رفیقت، که تا بتانی چیزهایی را مثلا اعتماد بکنی، تسلیمش بکنی یا برش بدی. همین که چیزی که دوست داشت به دست بیاره باز یا میره به یک شکل، یا دیگه نمیافیش، یا تا سلام علیک خود تغییر میده، همراه رفتارش تغییر میکنه و دیگه اونم آدمی که در گذشته بود اونم آدم همراه نیست. پیامت برای نمی، مخصوصا برای نمی قشر چی است که ما کم هم نداریم، ماشاءالله خیلی زیاد هستن. بله واقعا جای تاسف است که ما با همچون افراد در جامعه داریم، واقعا جای تاسف است. یکی از احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که میفرماید به فریب نخورین به روزه، نماز و کثرت حج یک فرد که چقدر حج کرده، چقدر نماز میخونه، در ظاهر چه قسم عبادت میکنه، به فریب نخورین، بلکه به امانتداری، صداقت و راستیش چه کنین نفر مقابل بسنجه. در این قسمت همه افرادی که به یک نحو میخوای ما را فریب بده، میخوای به ما خیانت کنه، ما اول از چی ما بر از مال خدا تسلیم میکنیم، میبینیم که واقعا چقدر عبادت میکنه، چقدر آدم مخلص است، اما بالاخره میبینیم، بالاخره میبینیم که از این که در خائن کس پیدا نمیشه. پیام بر از ما است که لطفا اما کرامت که خداوند مطالب شما داده، ارزش که شما ام اشرف مخلوقاتی که شما هستین، این را حفظ کنید. توسط خیانت کردن نه شما در دنیا کامیاب میشین نه در دنیا. اگر شما فکر میکنید که اگر یک مقدار پول از ما را به شکل امانت گرفتید، به خودتان توسط زندگیتان بسازید، اگر یک روز دو روز سه روز زندگی آسوده شه، بالاخره نابود و بالاخره به زانو میخورید و دنیای آخرت هم در عالم برزخ و عالم جنت و بهشت هم شما ناکام میمونید. بله بدون شک. بسیار زیاد تشکر الیا جان از اینکه وقت گذاشتید به برنامه. خیلی ممنون. عزیزا جای نرو، این برین طرف یک وقفه کوتاه، شام یک هنوز ادامه داره، زود برمیگردیم. بله عزیزان، این هم بود برنامه شام یک که تقدیم حضور شما شد. امیدوار هستم برنامه را بیننده بوده باشین و اگر به هر دلیل برنامه را ندیدین و از دست رفته، سر بزنین به صفحات اجتماعی ما، میتونین برنامه را دنبال بکنین. عزیزان تا برنامه بعد که باز هم ما در خدمت شما حضور پیدا میکنیم، میسپاریم تان به الله یکتا مهربان. تا فردا، خدا نگهدار.